مسافرت میکنه. ببین آقا این درش شده بازه، نیاد بیرون. وقتی رو بودم دوری و فلان انرژی و از اینا وقتی آدم این پوستر هم بد نیست، غذا های با گوشت کروکودایل مزاجی گفتن اینا استرس دارن بنده خدا. اولین مزرعه پرورش کروکودیل توی ایران هست. ما در واقع واسه هدف دو تا هدف این کار رو در واقع پیگیری میکنیم. یکی در واقع بحث تولید محصولات کروکودیله که استفاده از پوستش هست که پوست فوق العاده مرغوبی داره، بتونیم این رو تو داخل کشور تولید بکنیم، و در واقع استفاده از گوشت اون هست که باز بعضی جاها در واقع به عنوان خوراک مصرف میشه، ما بتونیم اینو صادر بکنیم. ما با واردات 8 سر کروکودیل از کشور مالزی کارمون رو شروع کردیم. البته بعد از اون باز هم واردات داشتیم، ولی خب تکثیر و تولید کروکودیل رو هم الان شروع کردیم. در حد جای سوزن چیز خاصی بوسش کنم علاقه شدید به جانوران داشتم. با همسرم مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم بین جانوران یه موجودی رو انتخاب کنیم که تا الان روش کار نشده، البته به عنوان پرورش توی کشور ایران روش کار نشده. به خاطر همین کروکودیل انتخاب شد از بین بقیه گزینه‌ها. نگاه کنید هم دیگر رو بخندید اگه میتونید. پاونه خبیه من خیلی خوشگلیدم. یه موجود بسیار قشنگ و صبوریه که این شاید باعث شده که یه خانومی مثل من جرأت کنه یا اینکه به خودش بقبولونه که میتونه این کار رو انجام بده و پرورش کروکودیل رو توی ایران شروع بکنه. اینجا بشینیم یا بیرون؟ پیکنیکه، همون بیرون میتونیم. نیمکت بشینیم. کروکودیلاش که خیلی خوب بودن، از سنای مختلف تونسته بودن در واقع جمع‌آوری رو داشته باشن و به نظر من که فوق‌العاده عالی بود در این زمینه که یه خانوم تونستن این کار رو انجام بدن. مثلا